این نگرانی مقام های صحی در ولایت هرات با نزدیک شدن به عید قربان شدت یافته، ایامی که مردم بیشتر مواشی ذبح می کنند. مسئول بخش انتونی شفاخانه حوزوی هرات می گوید که از شروع سال روان شمسی تا به حال نزدیک به 90 واقعه بیماری تب کنگو در این مرکز صحی ثبت شده که 6 نفر به دلیل شدت بیماری جان دادند. امسال تا کنون ما 88 واقعه داریم از مریضای تب کنگو که 6 واقعه فوتی داریم، متبقی ساعتی آب شدن و به تعداد 7 مریض هم فعلا ما بستر داریم در داخل شفاخانه. و واقعات تب کنگو در هرات بیشتر از دیگر نقاط افغانستانه. این دیگه حال به شکل اپیدمی تبدیل شده، همساله ما واقعات زیر داریم. بیشتر بیماران مبتلا به تب خوندهنده که به شفاخانه حوزوی ولایت هرات مراجعه کردند، ساکنان مناطق دوردست و یا ولسوالی ها هستند. آنها میگویند که به دلیل نداشتن آگاهی از نحوه سرایت ویروس بیماری تب خوندهنده در مجاورت با مواشی به این بیماری مبتلا شدند. تب و لرز داشتم، چند روز پیشم مریض شده بودم، بیامدم سنخزه گرفتم، یک دو روز خوب بودم برفتم، بعد بیشوی به خونه بودم، بعد دوباره همیتشوی سر بیما باد کرد و قرمز شد. داخل را که میامدیم این تا دماغام خوشکی کرد که دیدم میتونه خونه خشک در میای و اون گلوم و اینا بند میشه. نگه که با شفاخونه که آمدیم سرگیریش و دکترها رسیدگی کردم. آشپز بودم، گوش رزه میکردم، بعد از اونجه یه دمال خراب شد. آمدم به خونه رفتم، دکترم رفتم بودم، خود دارو گرفتم اینا رو استفاده کردم. بعد از بینی به خونه آمد، که خونه آمد از اونجه با پس آماده به شفاخونه. یعنی اینجا با خدای زحمت کشیدم، درد درمان رو این چیه قرار گرفتیم. در حال خدا شکر بازم صحت سالمتر و بهتر. مقام ها در هرات نیز میگویند که با نزدیک شدن به ایام عید قربان احتمال آن می رود که شمار بیماران مبتلا به این بیماری بیشتر شده و ویروس بیماری تب خوندهنده در بین خانواده ها تکثیر یابد. رئیس صحت عامه هرات از مردم می خواهد تا هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت از دستکش، ماسک، پیشبند و عینک استفاده کنند تا از انتشار ویروس تب کنگو جلوگیری شود. گوسفند وقتی که ذبح میشه پوست از او جدا میکنن، داخل خلیط نایلون بندازن، سر بسته کنن که کنه از او حرکت نکنه. در انگام ذبح اگر دست اینا زخم داره سعی کنن ذبح نکنن و با گوشت تماس نگیرن، از دستکش استفاده بکنن، کار در بلباخ نگیرن. گوشت بعد از اینکه تک تک میشه او به مدت 24 ساعت در یخچال نگاه بکنند که سرد بشه، بعد از اون دیگه باز خطر نداره. واقعات بیماری تب خوندهنده برای نخستین بار در سال 2008 میلادی در ولایت هرات مشاهده شد. در جریان سال گذشته شمسی نیز 157 واقعه تب خوندهنده در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده است که 14 تن از این افراد جان خود را از دست دادند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.